با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. دیکتاتورها وقتی که با آخر خط میرسن همینطور هستن. حتی ایشون خیلی سال با آخر خط رسید اما باورش نمیشد که باز این فرصت براش ایجاد بشه و بمونه. خامنه‌ای و امثال ایشون، دیکتاتور امثال ایشون تحمل کوچه انتقاد رو ندارن، مخالفت رو ندارن، تحمل کوچکترین مسئله، چون هر چقدر ضعف بیشتر دارن در این زمینه هم اکسلانشون میرن. مثلا وقتی قذافی رفیق دوزن پیش قذافی گفت آقا چیزه اعدام میکنه 4 تا 5 داریم بگو تیز دسته های اعدام کن. ببینید این دیدگاست، انسان برایش چی نیست، پس تو انسان نیستی، ذاتت نیست. خامنه‌ای زمان یا تو موجود بودی که رسانه قرار بکشن طاقت نیاورد، شیطان اکبر، این شیطان فلان، حروم زاده، حروم لقمه، کسافت، بدبخت. دیدین که همون روزم تا شب نفیه کشتش اکبره، ولی طاقت نمی آورد، اش شیطان اکبر. به خیلی مسئله دیگه فرمای استفان نامه نوشتن و بچه من یک صوتی باتون پخش میکنم در نوع خودش کم نظیره و ولی دیگه اون دوربره خامنه ای، اون کسایی که دورش هستن، اون شریک جرما، اون جنایتکارا، اونا تازه جنایتکارتر اگه ما دقیقا اگه کس دوزار بار بارش نمی کن، پین بارش نمی کن. بله، سردانه سپاه نامه سرگشاده امیر سعیدی افسر به رهبر انقلابش. رهبر عزیزم، جناب آقای خامنه ای، این خامنه ای مدزل و عالی، انقلاب درست، دین انقلاب درست، دین درست، نظام درست، همه جای خودش، همه جای خودش. شما بفرمایید ما دقیقه سر چه آرمانی باید استادی که مقاومت کنیم؟ راست میگه نمی، خودشم نمیدونه، قاطی پاتی کرده همه شما. وقتی بیا نفر لیاقت نداره، زرد کرده بشه قدرت، همیشه دیگه، همیشه، همیشه، همزمان تصویر چرخونه، تخمه میشکنه، آداس میجبه، عینک میزنه، اوف، همینه دیگه. یا رب رب آمده ها که گدا معتبر شود، گر معتبر شد از خدا و همه چی بیخبر شود. آنها همین نکاته یه مورد چاپلوس معتبر دورش هستن، اونا باید تو چا میرن، فرق نمی کنه زمین به زمان بره و حجازی و اون گلپایگانی اون آشغال دورش هستن، همینجور هستن. دوباره میخونم، رهبر عزیزم جناب آقای خامنه‌ای مدزل عالی، انقلاب درست، دین درست، نظام درست، همه جای خودش. شما فرق که ما دقیقا بر سر چه آرمانی باید ایستادی و مقاومت کنیم. بیش از 6000 حرامزاده فقط در آمریکا و 4000 دزدزاده در انگلیس و زندگی میکنن. طی 3 ماه 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده که قطعا مردم عادی این پول رو خارج نکردن. هزاران میلیارد اختلاس شده اما با غارتگران مثل تاج سر رفتار میشود. تبری دیگه نمونه هستی. خدا وقتی بخواد انسان مریض عقلش عقلش میگیری کارا میکنه که بیشتر فرو بره. حالا صحبت از مقاومت در مورد جنگ سرد میشود. از خطر سلطه استکبار جهانی گفته میشه. آیا با این ساختار فاسد چنین مقاومتی ممکن است؟ مردم وقتی پسران ولایتی مشاور ولایت فقیه 30 شغله در ترکیه و فرزانه قالیباف در استرالیا و ساخت بل ساخت و ساز برج و کاخ در سایر آغازهای مورد ولایت در اقصا نقاط جهان و محمد ساشا ها و عیسی هاشمی ها فرزان معصوم ابتکار و ویلای لواسان سردار فیروزآبادی و پرادو سواری امام جمعه ها و مشاغل و پست های خواهرزاده ها و برادرزاده و امام کاشانی ها و میبینند، از خودش میپرسند چرا من باید برای آرمانی که نیست و نبوده جان بدهم. مردم وقتی میبینند که برادران و خانواده تمامی اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده فساد اقتصادی دارند، از خود میپرسند ما دقیقا برسه چه آرمانی باید استادی کنیم. مردم وقتی میبینند طی سالها هزاران دستگاه مازارتی و پورشه، هزاران دستگاه مازارتی و پورشه و بنز با عرض وارد دولتی وارد شده اما برای خرید لودر و گریدر و هلیکوپتر امداد و نجات برای زاکروس در حال سوختن بودجه نیست، از خود میپرسند ما دقیقا بر سر چه آلمان را ایستاده کنیم. مردم وقتی میبینند با آمدن زلزله تمام دم و دستگاه حاکمیت تنها کاری ازش برمیاد توصیه به خواندن آیت الکرسی است، در حالی که هر کسی فقط یک بار از خیابان اندرزگو با یا فرعی های بالای نیاوران رد شود
و کاخ و قیصر و قصرها رو آنجا که نظیرش حتی در بورلی هیلز هم آمریکا هم دیده نمی شود و با امکانات توسعه چابهار و اینام و کردستان و کردستان مقایسه کند، اعتماد به نظام به همینجا میرسد که میبینید. مردم وقتی ببینند در همه جا مشتی تحریشدار یک آخوندی زیر 30 سال در مقام مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و رئیس معاون و مدام در حال انجام معاملات میلیاردی برای شرکت سوریشان هستند، حالا که عرضه مرتب کردن در تخت خوابشان هم ندارن، به همینجا میرسن که میبینید. مردم وقتی فرزندان لایق رایشان میبینن که کنار میدانان پلاکار استخدام نیرو بر اسنپ به دست گرفتن، ناگهان یاد احمد عرفچی آنم با سابقه 22 سال نصب ویندوز میفتن که از روزی که معاون بانک مرکزی شده دلار 6000 تومانی گران شده. اینطوریست که مردم به آنجا میرسن که میبینید رسیدند. مردم ایران عاشق آمریکاییان آمریکا نبودند و شما و جمهوری اسلامی آنها عاشق آمریکا کرد. مردم عاشق رضا پهلوی نبودند و شما و جمهوری اسلامی آنها را عاشق خاطره های پهلوی کرد. مردم ایران شاید دچار انحطاط اخلاقی شده باشند که هستند، اما مقصرش تنها خودشان نیستند که سهم نظام مقدس در این انحطاط فراگیر و براتب بیشتر از هر عامل دیگری است. مردم انقلاب کردند، یعنی از همه چیزشان گذشتند، نه فقط علنگوهای طلا، آنچه بر سر امر محال قمار کردند عرش را به لرزه انداختند، اما حالا قیافه شنگول مشتی دوز بچه مزلف آویزان از نام انقلاب را میبینید که اروپا و آمریکا جتسکی میکنند. مردم علی انصاری ها، حسین هدایتی ها و بابک زنجانی ها را میبینند که مال ها و بانک ها و ویلاهایش کفاف ده ها سال مقاومت در برابر اهریمن را میداد، اما کدام مقاومت؟ برای کدام آرمان؟ برای چی؟ شما را به خدا، نه به خودت قسم، یک دلیل بیاور که من به فرزان تحصیل کردم بیکارم بگویم. از عجایب هم این که یک عده از پایرسال چند نفکش به ونزوئلا آن را قدنشانه اقتدار میدانند، یعنی کاری که به طور عادی تمام دنیا میکنند بهش میگن تجارت. اینها براشون در حد رویاست و بهشون میگن اقتدار. خلاصه آنقدر به اردنگی خوردن عادت کردیم که هر بار نمیخوریم برامون جشن پیروزی میگیرند. سهم مردم فقط فرق تورم، ناامنی، بیکاری، گرانی های پیدرپی و استرس بوده و دیگه آخر سردرست دیگه بدبخت نیسته بدرستن افتا قبلان کرده کارو و دیگه خواهن در رو بخوش بسته و فقط من درست میگم، فقط تو درست میگم. هر چه این جمعه میشه بیشتر فرو میده، بیشتر اون حامیه شما، شهر جرمه شما، بدبختر شما. قبل اصلا تایی چای فاضلاب خواهند رفته شک نکنه بس داریم مردا قرد گردم و مردا قرد چه قرد 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 خواهی شوی شد نیستش. یک کلید رو تو میذارم. من یک سوال اینجا میخواهد بچه سپاه و اینه که تو بستن خداییش بین در خلوت خود تو میشه جواب من نمیخواد بدید. چند درصد شما مدارکتون قلابیه، ساختگیه یا همیتون نشونه که مدارکتون دادن؟ آیا این پولی که با مدرک قلابی ساختگی جدی و مدرک لیاقت ندارید، پست عنوان و درجه که میگیرید، آیا این پول خوردن داره؟ آقای محمد دختر 14 سالی من رفته اینجوری کرده. خب میکنه، این پول چیکارش کردی؟ نکنه تعجبات بکنی زنم از بغل تخت خواب مالش داد بود دوست پسرش من میکنه، من چیکار دوباره بکنم؟ چیکار کردی که اون پول هر کسی که میبره سه شرط تو رخ تو میبره؟ هیچ کار نمیتونه بکنه، تو دستش ضعف داری، هیچ کار نمیتونه بکنه، پولات به نام اونهاست، خودتون کردی. ولی خدایش برای مدرک فکر کنید ها، وقت نگید از کجا خوردی. من که نماز هم میخونم، نماز شب میخونم فلان، ولی اون مدرکی تو میشه عنوان گرفت، سردار شدید، تیم سار شدید، درجه دار شدید، سرهنگ شدی، از کجا آوردی تو؟ تو 6 سال بیشتر داشتی یا 3 سال بیشتر بدبختی گرفته بودی؟ کی میگه از کجا میگه؟ از همینا میخورید. تخم مرغ دوز همیشه شده میشه شطور دوز میشه. خب یه صوتی واسه میذارم دوستان، چون میترسم پخش کنم باز باشه اجازه خیلی دارن شیطان میکنن. سخن آیت الله امجد رئیس حوزه علمی قم و طرفدار سرسخت خامنه‌ای الان اعلام براءت میکنه از خامنه‌ای که به خل لباس آخوندی از خودش هم اونو چیز کرده، گفته عادی نیستم، لباس در آورده. البته رمزی که از اون یار و قاراش بوده و حسابی همیشه هر خواسته هم دیر بینه از صحبت بکنه از این حرف رئیس حوزه علمی قم بوده.
این صوتی رو براتون میذارم چون میترسم پخش کنم بعد از یک دو ساعت بلافاصله میگن که آقا این فلان بیساره و اذیت میخوام بکنم من رو به نمیخوام چیکار کنم. خب نگاهی سرسو بذاره من این سرسو بیادش کنم. ما که هر لحظه احساس میکنیم باید سنگ بباره باید سایقه بیاد نمیدونی چی بریم از آتما سنگ باره باید کاری نمیتونم من نمیتونم حرف بزنم ولی اگه از نوعه سرسو دارم اگه جوی احتیاجش بیان کن خیلی متاسفم خیلی متاسفم خیلی که همه اغلا همه خیرخواهان آقای خامنه ای همه از آقای خامنه ناراحتن همه بیزارن و یه در اراضه اوباشم که اظهار محبت من دروغ میگن به تمام مقدس عالم دروغ میگن. آقای خامنه ای تو هم دیدی شما دیدی من هم دیدم این روز میگفتن زنده باد فردا میگفتن مرده باد دیدید این روزگار دیدید همه جورها همینه کسانی که به فکر منافع شخصی شده شما رو نمیخوان خیرخواهان شما ناراحتن خیرخواهان شما از شما ناراحتن وقتی که اجرایی رو گذاشتی به من سر قضاوت واقعا متنفر شدم خیلی ناراحت شدم گفتم واقعا آقای خامنه‌ای اگر از اجرایی خبیث تر پیدا میکرد میداشت اینا اطراف شما هستن آقا ما که همیشه خیرخواه شما بودیم خیرخواه شما هستیم همه میدونم من بدخواه کسی نیستم ولی حیف من میاد واقعا متاسفم که خیرخواهان و خوبان و اغلا از شما بیدارن این جامعه ماست این را آقازاده ها بشنون خود آقای خامنه بشنون همه مسئولان بشنون آقای علما همه تون مقصرید حوزه ها دانشگاه همه تون مقصرید همه من مقصرید منم هستم تو هم هستی همه هم مقصرید ما آقای خامنه اینجوری ما یه امید داشتیم آقای خامنه یه آدم با فضیلتی خدمت میکنه چه میکنه چه میکنه به چه شده چه شده که همه احساس کنن که آقای خامنه حاضر نیست هیچ حقیقت را ببدیده این حقیقت جامعه ما مثل روز روشن روشنه ما چه بگیم ما یک روزگاری میخواستیم ما عزت شما را میخواستیم من که پیش آمد خیرخواهانه کردم گفتم که تعلیق مجازات اعدام این دویه ها خیرخواهی شد که بعدا این جنایت هایی که بعدا میشه به حساب شما نباشه ولی افسوس گمان نمی کنم که شما به خیرخواهان را هیچ توجهی کنید به گمان می کنم هرچی آدم چابلوس متبلغ دروغگوی منافق و خدا نشناس که دروغی شما رو حمایت میکنن دروغی من قسم میخوام دروغگو هستم میخوام همه شما میام که بلت آخر آفتابی کنم دروغ میگن اینا اگه کسی دوست شما بود مثل ما برخورد میگرد با شما تو از زحمه بودی چطور شد داره ما نه هیچ نمیتونی دفاعی کنی نشید نه دفاع اصلا واقعا واقعا متاسفم واقعا متاسفم محمد بر نمیتونم بزنم من رسوی ناردم این که خبرش اینه مثلا دیگر دون شدن واقعا ناردم سلام خدا و شما اگه شما خود نوری صحبت کنید واقعا بگید این ناره الله و این ناره هر مستقاز به یاسم چه شده؟ چه شده آی خوابه نیمه خدا میدونه اینه که از شما بدانه حمایت میکنید همه تو رو میگه همه یه مش عراض رو باشی هستن دنبال منافع خود چه بزا کسی خیر خواهد شما باشه بس با میشه من چه بگم من نهان شما بوزه کنم شما همشه میدنی خدا اگر تو توفیق بده همین کار جاده کنی خدا میدنه تو دل همه میدرخشی چقدر من دفاع های شخصی از شما کردم چه افراد شما لعن کرده بودم لعن نکن چه رو چه نگرده
نه حالا چی جرای دفاع کرده ولی الان من میتونم شما دفاع کنم که بشم نه نمیتونم بشم. باشی منصور من خدمت رو ازم که این صحبت های آقای آیت‌الله امجد که واقعا دفاع کردین هر که حرفه سرش میدن رئیس حوزه حوزه های علمیه قوم خامنه ای خودت کردی هرچی سردین حقته و این دیگه نفس آخرته امجد که از تو به بوری حرف بزنه بقیه جای خود دارم چابلوسی متفدقین اونم مگسه گل شیرینی هستن ولی اونها هم که الاخر. خب من کلیپم تمام میکنم البته خبر زیاد هست در فرصت باز صحبت خواهم کرد دو جبراتون بخونم استالین تصمیم با رأی دهندگان نیست با کسانی است که رأی های را شمارش میکنند بزرگ علوی نویسنده فکرم چمدان بود یادتون باشه با کشتن شپش سر از خارش خلاص نمی شود شپش دیگری همان ماموریت را انجام می دهد سر را باید ضدعفونی کرد جورج اورول نویسنده کتاب علیه حیوانات مردمی که سیاستداران فاسد انتخاب می کنند شریک جرم هستند نه قربانی خود دانید می قربانی شده نیامد متاسفانه پنج و هفتی ها از فاسده در دوری بود انتخاب بخواه بکنید اون هم اسم دوست و بیان در اصلا دفاع بکنید بچه تو بخوادش بکشی همسرت رو لو بدی حقی تو خیلی خوشحالم در خیلی شما هستم این روزها رو میبینم این نوشته رو میخونم صوت ها رو میشنویم و نفس آخرشون هست ایام به کام روزگار خوش تا با صحبتی خواهم داشتیم.